به همی کرسی ما ژاپنیا میگن کوتاسو، اسپانیا و پرتغالیا بهش میگن میزو کاملیا، ازبکستانیا و افغانستانیا میگن صندلی. البته یلگاه ژاپنی علارغم سابقه طولانی تر ما در استفاده از این وسیله، بوله به اسم خودشا ثبت جهانی کردن، مثل خیلی از داشته های دیگه ما که دیگران به اسم خودشان ثبت کردن، مثل بوعلی و مولانا و نظامی گنجوی و فقط هی مانده که مکزیکیان بیان بگن فردوسی مال مایه. حالا فکر میکنن این کرسی برای چی همه طرفدار دارن؟ با قول ما مشهدی ها هرچی از هست. نگاه کنن مراکز خونسازی تو بدن، توی کلیه ها و تو مغز استخون، به خصوص تو رون و لگنه. وقتی شما میری زیر کرسی این مراکز گرم و فعال میره. برای همیه که کرسی برای کمخونی خیلی عالیه. رفتن زیر کرسی باعث گرم شدن تدریجی پا و کمر و به خصوص رحم میره. در نتیجه برای پادرد و برای کمردرد و برای کسایی که دست و پاش یخ مزدن و همش مچسبن به بخاری و چند تا جوراب رو هم میپوشن خیلی مفیده. خیلی عذر میخوام، برای دردای پریودی و زنانگی هم به خاطر گرم شدن رحم خیلی مفیده. مجدداً خیلی عذر میخوام، برای افزایش نیروی جنسی و افزایش جمعیت کشور بسیار عالیه. دیگه چی؟ استفاده از کرسی باعث بهتر شدن گردش خون میشه. در نتیجه حافظه آدم رو بهتر میکنه و باعث کم شدن سکته ها میشه. به جهت یکی کلیه ها رو تقویت میکنه، باعث بهتر شدن دفع سموم از بدنم میشه. خودتونم میتونن تو خانه راحت کرسی درست کنیم. چی لازم داره؟ یک هیتر برقی ساده که زیر یک میز با پیچ میچسبونه. البته نکات ایمنی رو هم رعایت کنه. یه پتو هم روش بکشین، بعدم بیرن زیرش ولو برن و حال شه ببرن. اگر هم تو خانتون شوفاژ دارن، مترن یه پتو روش بندازن و برن زیرش بدرازن. ضمناً کرسی خوابتون هم بهتر میکنه. فقط زحمت بکشین قبل اینکه برن خوابتون ببره، همین الان یک لایک و کامنت هم بره ما بذارین. دمتون گرم، جاتون هم نرم.